در شهر شما وضعیت اجاره بهای مسکن چگونه است؟ خودتون یا اطرافیانتون تجربه‌ای از گرونی اجاره ها دارید؟ آمارهای رسمی دولتی حکایت از افزایش 30% قیمت اجاره مسکن در سال جاری داره، اما گزارش‌های مردمی و اظهارات مشاورین املاک در ایران میزان افزایش اجاره ها رو بین 2 تا 3 برابر عنوان میکنن. گفته میشه اوضاع گرونی اجاره ها به حدی رسیده که در مواردی هزینه رهن کامل یک آپارتمان با قیمت خود همون آپارتمان در 3 سال پیش برابر شده. در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم در شهر شما وضعیت اجاره بهای مسکن چطوره؟ خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از گرونی اجاره ها دارید؟ از طریق شماره تلفن 202-205-2654 با کد 201 آمریکا با ما تماس بگیرید. همینطور شما میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید. ما با شما تماس میگیریم و راه‌های ارتباطی دیگه هم برای ارتباط با ما هست، مثل اسکایپ، پیام‌های صوتی و تصویری و نوشتاری. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام صدای آمریکا به نشونی @voa هم در اختیار شماست، با این توضیح که اینستاگرام ما مشکلی داره که به زودی برطرف خواهد شد. من شهرام بهرامی، مجری برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا، با این برنامه در نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود. درود بر شما. مقدمه رو شنیدید، موضوع برنامه رو میدونید. با این توضیح که بر اساس اون چیزی که در به قول معروف ایران شنیده و دیده میشه، دیگه نمیشه گفت مشکل در واقع گرانی اجاره بهای مسکن، میشه گفت بحران اجاره بهای مسکن. بریم سراغ تلفن ها، وقت رو بیشتر از این طرف نکنیم. آقای شاپور از تبریز نفر اول روی خط هستن. درود بر آقای شاپور. آقای شاپور، نظر شما چیست راجع به موضوع برنامه و خودتون آیا تجربه‌ای از گرونی اجاره های مسکن دارید؟ بله، خیلی زیاد دارم، خیلی زیاد. بفرمایید، ما میشنویم. چند نفر از آشناهای خودم الان در به در دنبال مسکن میگردن ولی پیدا نمی کنن. بله، یعنی هزینهشو نمیتونن در بیارن. بله، یعنی مسکن هست، پول گرونه، درسته؟ مسکن خیلی زیاد هست ولی پول ندارن که بگیرن. الان میره هر بنگاهی میگه مثلا 100 میلیون بده، ماهی 1 میلیون، 2 میلیون. برای این مسکنی که میگید 100 میلیون مثلا ماهی 2 میلیون، چند متر آپارتمانه؟ مثلا 70 متر. 70. 75 متر. تو خود تبریز اینجوریه؟ بله، تو خود تبریز. بله. بعد حالا اگه صحبت دیگه هم دارید میشنویم. همون در خدمتم، فقط اینا رو میگم. بله، بسیار عالی. تجربه ای که شما گفتید 100 میلیون پیش با ماهی 2 میلیون، حالا البته من مناطق رو نمیدونم، قطعا تبریز جاهای خیلی گرونتر هم داره، ممکنه ارزونتر هم داشته باشه، ولی به هر حال شما در نظر بگیرید که ما داریم در مورد قشر ضعیف جامعه صحبت میکنیم، چون قشری که متمول باشه قطعا خودش خونه داره، نیازی به اجاره مسکن نداره، و 100 میلیون تومان پول پیش برای کسی که یه کارگر ساده است یا یه کارمنده واقعا پول کمرشکنی است. ضمن اینکه ما میدونیم حداقل حقوق در ایران 1.5 میلیون تومان برای سال 98 در نظر گرفته شده، که ایشون طبق صحبت ایشون، دوستی که از تبریز آقای شاپور تماس گرفته بودن، اجاره یک واحد 70 متری 2 میلیون تومان، بجز اون 100 میلیون پیش 2 میلیون تومان فقط باید اجاره بهای ماهانه پرداخت کنن. بریم سراغ دوست بعدی که روی خط هستن، آقای رضایی از تهران. آقای رضایی، درود بر شما، صحبت شما رو میشنویم. خواهش میکنم. سلام، وقتتون خیر باشه. متشکرم، شب شما بخیر. من از تهران تماس گرفته بودم، به اصطلاح میخواستم اینو بهتون بگم که به اصطلاح شما مال 2 سال پیش میگیم، من حدودا 20 سال پیش میگم که به اصطلاح در همین شهرک قبل شما با 30 تا 40 میلیون میتونستین یه آپارتمان 100 متری بخرید. بخرید 30-40 میلیون. بله،
بله. بعد خیلی سال به سال که اضافه شد، من خودم بازنشسته هم بازنشسته رضاعت بازرگانی هم. بله. و خب اون زمان زمان 20 سال پیش مشغول کار بودم. الان حدودا از این 9 سال به اصطلاح بازنشست شدم. بله. و از این 9 سال که الان همین مجتمعی که مجددا جدیدن مثلا 6 سال نشستم توش، 6 سال پیش در همین جا میشد با 300 هزار تومان، 300 میلیون یا 300 چند میلیون یا همین مجتمع رو بخری، همین ساختمونی که میشینن. بله. اما الان بابا میاد اومده میگه شما یا 300 میلیون بده، چون اسلام میگه عیان مال مثلا ارزش عیانی برای سابمج در اسلام محترمه. الان میگن 300 میلیون بابت رهن کامل اینجا به ما بدین. بله 300 میلیون رهن کامل. چند متر آپارتمان شما؟ حدوداً 120 متر. 120 متر. 300 میلیون تومان رهن کامل. ما ساختمون مال 25 سال ساخته. بله. 25 سال ساخته. بله بله. خب به هر حال این تجربه دست اولی بود از شما آقای رضایی، خیلی متشکرم. اگه صحبت جمع‌بندی پایانی هم دارین میشنویم. خب آقای رضایی، خب ظاهراً صداقت شد. حالا بریم سراغ بیننده بعدی که روی خط هستن، آقای عیسی از مهاباد. درود بر آقای عیسی. آقای عیسی، در مهاباد وضعیت اجاره مسکن چطوره؟ سلام و خسته نباشی هست میکنم خدمت شما. سلام بر شما. بینندگان عزیزتون. متشکرم. جناب بهرام. جانم. متاسفانه تو کل کشور همین بحران وجود داره. تو شهر کوچیکی مثل مهاباد الان باید شما از یه میلیون کمتر اجاره نمیتونید پیدا بکنید. یک میلیون اجاره در مهاباد. یک میلیون اجاره با کدوم درآمد؟ بله. با مزایایی که بستن یا با کارخونجاتی که تو گلستان گذاشتن یا با اصلا کدوم لطفی که در حق مردم کردن، با کدوم درآمد داشته جناب بهرام؟ آقای عیسی عزیز، یه سوال از شما بپرسم. همین واحدی که شما میگید مثلا یک میلیون اجاره ماهانه در مهاباد، همین مثلا در حد 4-5 سال پیش قیمت اجارش چقدر بود؟ 200,000 تومان. 200، یعنی بیش از 5 برابر شده در از این چند سال. 5 برابر اگه پیدا بشه. من خودم شخصا خودم 3 ماه دارم روی کانال تلگرامی پیغام گذاشتم، روی خود کل بانک هایی که خودشون کانال دارن. بله. اعلام کردم. من تو اتفاق دیگه بیارم، نه که بگی هر کی میگه آقا من زهن میدم میخوام ماهر کنم بارش، چه زهن باشه خوبه تو شهری مثل مهاباد. 100 میلیون 80 میلیون. واقعا 80 میلیون در مهاباد پول رهن یه آپارتمان مثلا چند متری آقای عیسی؟ 120 دو خوابه. بله. اصلا آپارتمان هم نباشه چی ساختمانی دیگه اصلا گیر نمیاد جناب بهرامی. بله. نه اینکه بگی گیر میاد، یعنی بحران به حدی نرسیده که بگه چشت فقیری میتونه که اصلا زندگی کنه. همه با چادر بزنیم. به واقع چادر هم از همه با شرافت منتره تو همین وضعیتی که ما داریم. حالا آقای عیسی، با توجه که حالا شما دقیقا دارید راجع به اون منطقه خاص صحبت میکنید، واقعا اون کارگرایی که اونجا دارن زندگی میکنن با یه حداقل حقوق، ما میدونیم حتی خیلی ها زیر 1 میلیون درآمد دارن، اصلا فرضاً بگیریم که 1,500,000 تومان حقوق میگیرن، اگر بره 1 میلیون تومان بده اجاره خونه، با 500 تومان میتونه زندگی کنه ماهانه با چند سر آهله؟ باور بفرمایید جناب برم، نه با 1 میلیون تومان، با 3 میلیون تومان نمیتونه حتی بچه‌ش رو راضی کنه. ولی تمام مردای الان شرمنده زن و بچه‌هاشون هستن، نه اینکه بگی همه علنی ها. هر مسئولی هم که میخواد بیاد صدای منو میشنوه، من رو در رو بهش میگم و بهش نشون میدم. ببین این مرد خونه چه عذابی داره میکشه، نه به خاطر خونه، به خاطر خرید اسرانه که نیرو خونه باید دست خالی برگرده و سرشو بیندازه پایین داره خونه میشینه. بله متاسفم. که یکی دو تن نیست جناب بهرامی. بله میدونم، متشکرم. من از مسئولین تقاضا دارم که حتی نمونده هیچ مسئولین ما نمیبینیم، نه از تعزیرات نه از مسئول مسکن، هیچ مسئولی نمیبینیم. بسیار متشکر آقای عیسی. خیلی ممنونم که در برنامه مشارکت کردید. تجربه دست اولی رو از شهر خودتون مهاباد برای ما و بیننده هامون گفتید. ولی این رو مد نظر داشته باشیم، همینجور که بین صحبت من و آقای عیسی مطرح شد، اقتصاد وقتی که اوضاعش خراب باشه، خب اینو بقیه همه چیزش مثل زنجیر به هم وصله. مسکن و اجاره مسکن یا قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، همین هم جزئی از اقتصاد
و با اون بحرانی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود داره طبیعی است که اینها هم بالا میره. اما یک خیلی نکته خیلی ظریفی است، اون اهمیتی که در واقع مسکن داره اینه که انسان بدون سرپناه نمیتونه زندگی بکنه، یعنی غیر ممکنه که بخواد به قول حالا آقای عیسی بخوان برن چادر بزنن، مگر اینکه اون کارو بکنه، مگر نه به صورت طبیعی بخواد زندگی کنه باید یک مسکنی داشته باشه و یک جا و مکانی، و این در واقع باعث میشه که فشار خیلی زیادی به خانواده ها به خصوص اقشار کم درآمد وارد بشه. در این فرصت از برنامه از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم دو تا از فایل های صوتی رو که از طریق تلگرام شما عزیزان برای ما فرستادید بشنویم، برمیگردیم و با بقیه دوستانی که پشت خط هستن صحبت خواهیم کرد. من از اصفهان تماس میگیرم. الان خونه که توش مستاجر هستم 75 میلیون رهن کامله. الان صاحب خونه به من گفته 150 میلیون تومان. بله، من از اجاره بهاهای منزل و خونه‌های اطراف محلمون اطلاع دارم، چون خودم یه خونه دارم که اجاره دادم. متاسفانه با وضع گرانی‌هامون هم مجبوریم که قیمت‌ها رو ببریم بالاتر، چون پولی که به ما میدن بی ارزشه. به خاطر همین ما باید این هزینه‌ها رو ببریم بالاتر، مثلا پیش منزل رو رهنش رو باید اضافه کنیم، کرایه منزل رو هم باید اضافه کنیم، یا اینکه اگه رهن کامل باشه باید مبلغ رو خیلی بالاتر اضافه کنیم. مثلا برای خونه‌های خیلی معمولی توی جای معمولی از شهر، الان رهن خالی توی خوزستان شهرستان اندیمشک الان حداقل 70 میلیون 60 میلیون به بالا، و متاسفانه خیلی از مردم توی این وضعیت با مشکل مواجه شدن و قادر به تهیه منزل برای اسکان نیستن. این فایل صوتی آخری که شنیدید از زبان یک در واقع صاحب ملک بود و داشت توضیح میداد که به چه دلیلی مجبور کرایه ها را مرتب بالا ببره. با این به قول معروف توضیح که باید حتما حواسمون باشه که چون برخی مواقع در واقع حاکمان و مسئولین اقتصادی مملکت خیلی راحت توپو میندازن تو زمین خود مردم و میگن که صابخونه‌ها سر خود کرایه ها را اضافه میکنن، در صورتی که یه مقدار باید منصف باشیم و بدونیم که اون صابخونه هم تو اون مملکت داره زندگی میکنه، این تنها سرمایه‌شه، خیلی ها از طریق همین زندگیشون رو میگذرونن. وقتی که همه چی گرون میشه که ایشون نمیتونه، حالا فرض بگیریم حالا ما نصیحت بکنیم شما انسانیت به خرج بده و اصلا کرایه رو گرون نکن، و خب شدنی نیست. یعنی اینا عرض کردم مثل زنجیر به هم وابستن و اون صابخونه ها هم خیلی نمیشه شماتت کرد، اگرچه برخی هم هستن که از آب گلالود ماهی میگیرن، از اونم نمیشه گذشت. بریم سراغ نفر بعدی، همراه همیشگیمون آقای محمد از زاهدان روی خط هستن. آقای محمد درود بر شما، صحبت های شما رو میشنیم. در زاهدان اوضاع در واقع اجاره مسکن چطوره؟ درود بر شما. درود بر شما. ببینید، من سال 86 87 بود که میخواستم موقعمون بزنم، آمدم یه خونه ای داشتم به 65 میلیون فروختم تو زیباشهر 300 متر. الان اون خونه رو باید حداقل 800 میلیون بخرم. سال 87 تا الان منظورت 11 سال بود؟ بله 11 سال پیش تا الان 75 میلیون شده. آره دیگه، 800 میلیون 850 میلیون همون خونه همون وضعیت رو بخوام بگیرم پس بگیرم باید بخرم. مملکت ما جوری شده که این سر اون کلا میذاره اون سر اون کلا میذاره، میشه این وضعیت. وقتی که رئیس جمهور ما همچین بلای سر مردم میاره، یه زمانی بود تعزیرات میامد قیمت اتیکت جنسا رو میگرفت نگاه میکرد فاکتور رو میگرفت، الان که دیگه هر کی به هر کی شده. خود دولت الان ارزش افزوده روی یه شما میخواین کارتی یه موبایلی شارژ بگیری، شارژه میاد میگه 7% ارزش افزوده کم میکنه از پولی که شما به فروشگاه میدی. این وضعیت شده، الان خود دولت داره سر مردم شیره میماله به هر نحوی شده. برقتون فیش برق میاد ارزش افزوده، آب میاد ارزش افزوده، هر چیزی که شما دست بزنید میبینید به این برنامه پول مردم میگه. یه قوطی، من یه قوطی گرفتم برای میز کارم، خب بله. یه قوطی من گرفتم 250,000 تومان، یه شاخه قوطی 4x4. ببینید وضعیت حال پیراهن و وضعیت آهن سیمان و هر چیزی رو حساب بکنید به این نقش شده.
تموم شده این حالتی که مردم رو به بدبختی انداختن. من اومدم یه گوشه آخر شهر رو نشستم، 5,000,000 تومان به 750,000 تومان این وضعیت. یعنی حاشیه شهر در واقع بنویم؟ بله داخل شهر. 5,000,000 تومان؟ بله 5,750,000 تومان در زاهدان. در زاهدان کسن به خدا میترسیم شب راست تا راست ساعت 6 صبح دیروز یارو دو تا موتوری آمدن رفتن رو ماشین چاقو رو کشیدن لخ کردن یارو 3 دهنه پایین تر از دکان من دیگه ترس و یعنی جوری کردن که مردم راست تا راست دزدی میکنن چاقو میکشن برای طرف هم یا میزننش میبرن وسایلشو موبایلشو بردن پولشو بردن همه رو. بعدش هم کلانتری آمد، وقتی آمد بعد کلانتری پلیس را ده آمد همه قرار کردن. بعد در آمد اگه شکایت داری باید بری دادگاه. پس شما چی کاره هستی؟ این وضعیت مملکت ما. بسیار متشکرم آقای محمد، خیلی ممنونم. یه خورده طولانی هم شد، دوستان زیادی پشت خط هستن. ممنونم که تجربتون رو گفتید و چقدر خوبه این تلفن هایی که از شهرهای مختلف ایران میشه تجربه محلی خودشون رو در اختیار کل بیننده های ما از سراسر کشور میذارن و مشخص میشه در یک برایند کلی وضعیت اجاره بهای مسکن، وضعیت قیمت مسکن در ایران چگونه است، که اینجوری که بر اساس تلفن هایی که ما داریم میشنویم اوضاع باید خیلی نابسامان و خراب باشه. بریم سراغ بیننده بعدی که روی خط هستن. آقای احمد از تهران روی خط هستن. آقای احمد درود بر شما، صحبت های شما رو میشنویم راجع به قیمت مسکن. اگر ساکن تهران هستید بفهمید که وضعیت در تهران چگونه است و خودتون چه تجربه ای دارید. با سلام خدمت آقای بهرامی عزیز. سلام به شما و عرض ادب خدمت بینندگان محترمتون. جناب بهرامی، جانب. ما اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم علت گرانی این منزل خانه های اجاره ای رو، ما باید برگردیم به 1-2 سال گذشته. بله. گذشته مردم پولاشونو که در این مؤسسه‌های اعتباری گذاشتن، ما الان ما شاهد هستیم که چه نابسامانی‌هایی بود. پولاشونو بردن خوردن، به چه بدبختی افتادن که الان هر روز دارن میان اعتراض میکنن، حالا کتک میخورن میگیرنشون، حالا بماند این مسائل. بعد اومدن دیدن که یه سری که دیدن پولاشونو خوردن، بعد دستشون از همه جا کوتاه، هیچ کاری نمیتونن. یه عده‌ای هم که پول داشتن اومدن پولاشون رو زدن به خرید دلار رو نمیدونم سکه و اینا زدن به، خب بالاخره این پول راکت دیگه، کاری نمیتونن بکنن. اومدن زدن به خریدن دلار و سکه و اینا، اومدن دلارا رو گرفتن، مردم رو گرفتن، سکه رو بالا پایین کردن، یه عده‌ای بردن. چه سودای هنگفتی این وسط، حالا خود دولت این وسط خودش بیشتر از همه سود برد در این قضایا. و این مردم بیدن. بعد اومدن گفتن سکه اینطوری، مردم دوباره ناچار شدن، اومدن دیدن تنها راهی که میتونن برن جلو و این پولاشون با قیمت روز برابری بکنه، اومدن به سمت خرید خونه مسکن. بله بله، این پولاشون آوردن زدن به ملک و خونه و این چیزا. من الان خدمت شما دقیقاً عرض میکنم در طول 2 سال گذشته چه بر سر این مردم بدبخت ما اومد. 2 سال پیش، یعنی 2 سال که چه عرض کنم، اگر برگردیم به 7-8 سال پیش، قرار بود آقای احمدی نژاد خونه های مهر رو به افرادی که واقعا مستحق هستن با 2,500,000 تومان پول که به حساب واریز میکردیم و 7,500,000 تومان هم وام به امون میدادن، 10,000,000 یه واحد آپارتمان 80 متری به امون بدن. اینقدر اینا کردن و دزدیدن و چاپیدن که این هی کشش پیدا کرد به 7-8 سال. من خودم نمونه بارزش هستم که در یک طرفای اطراف تهران زندگی میکنم. الان یکی از اون خونه ها رو گرفتم، با چه بدبختی هم گرفتم. اومدن گفتن که با 10 میلیون شد 15 میلیون، 13 میلیون، 20 میلیون. خلاصه الان در حال حاضر خونه هایی که از طریق مسکن مهر اون افرادی که دادن که با پارتی با یه سنجاد بگم 85%شون با پارتی بازی و رفیق بازی و دوست و فلان اینا خودشون اومدن این خونه ها رو گرفتن و این خونه ها الان در حال حاضر شاید بگم یه چیزی بالغ بر 80% این خونه ها خالیه تو این مسکن مهر. بله. در همین اطراف شهرهای چرا خالیه؟ چرا خالی مونده؟
علتشو بگم خدمتتون. خالی بودن این به دلیل همینی که من احتیاج نداشتم به این خونه، رفتم نام‌نویسی کردم، گفتم خیلی خوب با 20 تومن با 20 میلیون میتونم صاحب یه خونه بشم، حالا با این پولی که اضافه شده با 20 میلیون صاحب خونه میشم. اومدم این خونه رو گرفتم، الان من شاهدم تو واحد ما 3 آپارتمان خالی از اون روزی که من تعویض، من 4 سال تعویض گرفتم، 4 سال درش بستن رفتم. یعنی یه جوری میشه میخواهید بفهمید که اون شخصی که در واقع اون آپارتمان رو خریده سرمایه‌گذاری کرده، هیچ کاری هم به مستاجر رو درد سر نشده. اون که زلنگازی یه عده‌ای بوده که اومدن این خونه ها رو نام‌نویسی کردن و سویدستن. حالا سرمایه‌گذاری ها که به این صورت، حالا برمیگردیم به سرمایه‌گذاری ها. سرمایه‌گذاری ها اونایی که پول داشتن که نتونستن دلار رو سکه و اینا بخرن، اومدن زدن به ملک. الان در طی 2 سال گذشته خونه مسکن مهر 85 متری، اینا چیزایی که من دقیقاً دارم خدمتتون عرض می‌کنم، 85 متری که 2 سال پیش در شهرک‌های اطراف تهران مسکن مهر بود، شما میتونستین با 30 میلیون و 30 میلیون هم وام که اون طرف داشت خونه رو گرفته بود از مسکن مهر، چون با 30 میلیون تو میتونستین یه واحد مسکن مهر رو بخرید. الان میدونین آقا همون 30 میلیون، همون واحد 85 متری که با 30 میلیون پول نقد و 30 میلیون وام بانکی که من میومدم از شما میخریدم، الان قیمتش چقدره؟ نه شما بفرمایید چقدر. همون خونه 80 متری شده 200 میلیون به اضافه 30 میلیون وامی هم که داشته. ببینید چقدر حجم پولی که مردم آوردن ریختن تو این مسکن. آخ ضررش به چی رسید؟ ضررش به یه مش بدبخت، یه مش کارگر، یه مش آدمایی که با 1,500,000 تومان دارن تو این جامعه دارن زندگی میکنن، وقت بعد بیان 30 میلیون بدن همین واحد رو به اجاره بکنن با 400 تومان 500 تومان، آخه چی میمونه برای خوردن؟ بله واقعا سخته. خیلی متشکرم آقای احمد عزیز که در برنامه حاضر شدید و تجربیات خودتون رو گفتید، داشت تجربه شما هم تجربه جالبی بود. عرض شود که بریم دو تا فایل صوتی بشنویم و برگردیم و تلفن‌های پایان برنامه رو بگیریم. قبلاً میشه گفت تهران خونه گرونه، نمیخرن، میان شهرستان میخرن. شهرستان یا شهرها که گرون بود خونه، میگفتن خب این اطرافش میخریم، حداقل یه خونه‌ای داشته باشیم، یه سرپناهی باشه، حتی به فاصله دور برای سرمایه‌گذاری. الان در روستاها هم نمیشه زمین خرید، متاسفانه به دلیل وجود عدم امنیت مالی الان هر کسی هر قیمتی دوست داره میده. اجاره بها قبلا آقا مرد خونه بود، میومد کلیهش رو میفروخت یه واحد اجاره میکرد، ولی الان نمیتونه کارو بکنه. اگر کل اعضا بدنش رو بفروشه نمیتونه یک خونه 45 متری در تهران اجاره بکنه. در شهرستان ها که کار نیست، باید یه چیزی باشه که تو بتونی تهیه بکنی اون پول رو که میخوای برای اجاره خونه بدی. شما نمیتونی کار کنی که پول در بیاری خونه رهن کنی، نمیتونی پول اجاره بها رو پرداخت بکنی. کارتون خوابی الان مد شده، لب خیابون رد میشی، متاسفانه میبینی لب خیابون یه چادری زده، یه مقدار یخچال وسیله است لب جاده، 4 بچه و یه زن نشسته اونجا، پدرم حالا تا یه نونی در بیاره. اینا واقعیت جامعه است. نون خیلی هاشون هم تو سطل زباله است. وقتی که شب حالا هر موقعی میزنی بیرون که دیگه هوا تاریک، آبرو طرف نره، آبرو اون آقا نره، آبرو اون خانم نره، چند نفر تا کمر داخل سطل زباله هستن. این زندگی امروز مردم ایرانه. اجاره بها نظارتی روش نیست، قانونی هم نداره. صاحبخونه هر چقدر تیغش ببره میگه، بنگادارم میگه من نمیتونم کاری بکنم، میگه خونم اینقدر میخوام بدم اجاره. جمهوری اسلامی هم که اصلا ولش کرده به امون خدا، هیچ کاری نمیکنه که یه ذره به درد مستاجر بخوره، مستاجر یه ذره شب سرش راحت بذاره رو بالش. خود بنده همین سال 97 توی خونه نشسته بودم، یه راپله بی خود و بدی داشت، 60 متر بیشتر نبود، یه جای پرتی بود و یه ذره ارزون بود، 3 میلیون با 250. اما یه دفعه صاحبخونه اومد گفت 250 باید بشه 350 و اگر هم میتونید 3 میلیون رو بکنید 6 میلیون. این حالا یعنی من جای ارزون پیدا کردم. وای به حال اونی که بخواد تو مرکز شهر بشینه و یه ذره خونه بزرگتر به خاطر اینکه خانوادهش بزرگتر پیدا کنه. خدا به داد اونا برسه، یا خدا به داد اونا که تو شهر بزرگ. من سراغ دارم 20 میلیون با 500-600 تو همین شهری که ما نشستیم. دیگه اصفهان و خود اصفهان و تهران رو دیگه بذار و برو،
هیچ اصلا جمهوری اسلامی نظارتی نداره، مثل همه کارا اینم ول کرده به امون خدا. بنده چون کارگر بودم نداشتم، الان خونه پدرم نشستم. این وضعیت ما مردم ایرانه. از کجا رسیدیم به کجا؟ میبینید که درد دلها زیاده، چه در پیام‌های صوتی چه در تلفن‌ها. زمان زیادی تا پایان برنامه نمونده. آقای اسماعیل از کرمان بیننده بعدی هستن که روی خط هستن. آقای اسماعیل درود بر شما، شما از تجربه خودتون در شهر خودتون بفرمایید. ما و بینندگان عزیز متشکرم. همینطور که گفتید خیلی خوبه که تجربیات عزیزان هموطنمون رو از طریق تلفن در میون میذارم و میشنویم. این تجربه در میون گذاشتن خیلی کار آمده و خیلی برای ما میتونه مؤثر باشه. من به نظرم این رو لطفاً بیشتر ترویج بدید که استفاده کنن مردم از گوشی هاشون. دوست عزیز خواهش میکنم آقای اسماعیل راجب موضوع برنامه صحبت کنید، راجب اجاره بهای مسکن. ممنون میشم. شما شهرام برام شما اجازه میدید معمولا صحبت کنیم؟ مانه میدونم نه دیگه از موضوع. من همیشه گفتم کسی خارج از موضوع صحبت کنه متاسفانه مجبورم صداشون رو قطع کنم. بفرمایید. باشه پس اجازه بدید. بله میخواستم بگم اگه از این صابخونه هایی که واقعا با مستاجر ران میان عزیزان فیلم تهیه کنن، به جای اینکه مثل خانم مسیح نجات میندازه این ور اون ور، مثلا میگه برید سراغ مسائل فرهنگی، سراغ این مسائل اقتصادی بیاین. ایشون به نظر ما رو داره گمراه میکنه. ما از این ابزار حالا من یه سوال از شما بپرسم. شما دارید مثال میزنید، میگید مثل کمپین خانم مسیح علی نجات برن از صابخونه ها فیلم بگیرن. از صابخونه ها فیلم بگیرن مشکل اقتصاد مملکت و گرونی مسکن حل میشه؟ این دوربین ما اسلحه ما این نه و شما اومدی ببینی اومدی بحث رو از چیز خارج بکنی، موضوع برنامه رو خراب کنی. با شما خداحافظی میکنم. هر کی در چارچوب موضوع برنامه صحبت بکنه قدمش روی گوشای ما و چشای ما، حتما گوش میدیم تا آخر، حتی اگر هر نظری داشته باشه. اما کسی بخواد موضوع برنامه رو منحرف کنه، من حتما تلفنش رو قطع میکنم. هیچ تعارفی هم با کسی ندارم. بریم سراغ نفر بعدی، آقای رضایی از ایران. آقای رضایی درود بر شما، نظر شما رو خیلی فشرده میشنویم، زمان زیادی نمونده. با سلام آقای بهرامی، متاسفانه من تو برنامه گرون شدن بنزین گفتم آقای رئیس جمهور بیش از نیمی از جمعیت کشور بیکارند، شما میخوای گرون کنی به کی بدی؟ ببینید کشوری که داره نفتش فروش میره، پولش توی کشور نمیاد، مالیاتش رو میخواد از مردمش تهیه کنه، الان حقوق کارمندان رو میخواد از مردم تهیه کنه، مجبوره چه سیاستی پیاده کنه جناب آقای روحانی؟ همینه، بی ارزشی پول، بالا رفتن تورم. وقتی شما قیمت طلا میره بالا، قیمت خونه میره بالا، اینا همه میره بالا، خب حقوقی که میگیری ثابت حقوق یک کارمند. میخوام ببینم اون کارمند میخواد چه کار کنه. این جامعه رو به تباهیه، جامعه دچار مسئله طلاق و اینا دارن میشن، همه خانواده ها، نه تنها من، همه خانواده ها. و این آخر عاقبت ملتیه که سکوت کنه. شما آقای رضایی قبل از اینکه حالا یه چند ثانیه هم فرصت داریم، خودتون که مستاجر نیستید؟ من نه، من اصلا از تهران فرار کردم اومدم تو روستا جناب آقای بهرام. بله بله. حالا البته دیگه حالا زمان زیادی هم نمونده، اگه میتونید بگید که نزدیکانتون کسی که رهن و اجاره کرده که بدونید حدودا چقدر قیمتش؟ ببین من خودم بنگاهی بودم در تهران، قیمت 6 برابر خونه که من سال 92 فروختم. بله. خونه کامل ویلایی، یعنی زمین دار نه آپارتمان، فروختم متر 2 میلیون، الان متر 25 میلیون. یعنی تقاطع گلبرگ مدنی. بله میدونم کجاست، چهارراه سبلان در واقع یه جوری. بله 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 بله. بسیار متشکرم. متر 25 میلیون. اصلا حتی تصورش هم سخته، حتی تصورش هم سخته آقای رضایی. امکان پذیر نیست، حتی فکرش هم نمیدونم. میدونم. خیلی متشکرم آقای رضایی عزیز که در برنامه حاضر شدید. من به عنوان جمع‌بندی پایان برنامه بگم، چون خیلی‌ها میان میگن که خب همه جای دنیا اجاره مسکن بالاست. بله، مثلا من در همین آمریکا هم خدمت شما عرض می‌کنم اجاره مسکن یه بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها رو به خودش اختصاص میده، اونهایی که در واقع مسکن اجاره‌ای تهیه می‌کنن. اما اگر همین الان یه نفر بره دنبال کار و توی فروشگاه به عنوان فروشنده یا صندوقدار مشغول به کار بشه، با حقوقی که در میاره به راحتی میتونه یه جایی رو اجاره کنه، حالا یه جای کوچیکتر یه جای دورتر، به هر حال میتونه به راحتی. ولی ما میدونیم حداقل حقوق در ایران 1,500,000 تومانه و الان بر اساس همه تلفن‌هایی که شنیدید از جای جای ایران، اصلا با 1,500,000 تومان عملا میشه گفت دیگه هیچ جای ایران به کسی خونه اجاره نمیدن. حالا در نظر بگیرید طرف باید
زندگی هم بکنه، خورد و خوراک هم داره و هزاران هزار هزینه دیگه. به هر حال اوضاع مسکن و اجاره مسکن هم مثل اقتصاد حال روز خوبی نداره. تا فردا شب که با موضوع دیگه در خدمتتون باشیم، شب و روزتون خوش و بدرود. این صدای آمریکاست.